شمشیره، بی ادبی نباشا. می‌خواستم از شما اگه براتون مقدور هست یه چند تا بلیط سیرک برای ما جور کنی که این بچه ها بره یه سیرک جانانه نگاه کنن. پاخدان؟ ای بابا بلیط، بابا بلیط، مگه شما تو سیرک نیستی؟ نه من توی سیرک نیستم. دکی پس سوء تفاهم پیش اومده بفرمایید. من این زبون بستر که تو بغل شما دیدم گفتم شما مربی انتری. این انتر نیست، شیخیه. شیخی چی انتر؟ درسته من بچه بودم فینگیر قد داشتم، تو معلمون یه انتر بازه بود، انتر رو میورد جای دوست و دشمن رو واسه ما نشون میداد. بله شیخی یه نیستی؟ شیخی چی انتر؟ درسته چه این باید تازه بیا حالا جدی جدی رفت؟ جدی جدی گورش گم کرد. یعنی چی؟ یعنی ما 2 ساعت نبودیم همه چی کنفا یکون شد؟ حالا کجا رفت؟ چه میدونم، حتما یه جهنم دره رفته دیگه. ما فقط 2 ساعت نبودیم ها. حالا کجا داری میری؟ چه میدونم، برم یه جایی پیداش کنم دیگه. بیا نمیخواد بری. خاله جون لجبازی نکن، بسپرش به همایون، میرم از درش در میارم برش میگردونم جوری که آب از آب تکون نخوره. یه فرصت طلایی رو شما داری از دست میدی، این خونه رو مف مف میبازی. از ما گفتن. خیالت راحت باشه همایون خان، خالت بیگدار به آب نمیزنه. یعنی چی؟ یعنی اینکه تو نبودی طرف زنگ زد. چی گفت؟ بیا بشین تو برات تعریف کنم. بفرمایید نازل، اینجا خوبه؟ اینجا چند تا استخ داری؟ مهد نازل، بابا شما توی این سرما دنبال استخ میگردی یه اتاق؟ نو، سه تاقه. سه چرخه تو هتل آخه چیکار میکنه؟ نو موسی شکوف، سه تاقه تو آسمون. با ستارای تو آسمونه میگی؟ آقا قد من میخوره که بفهم تو ستارای آسمون چه خبره؟ نو موسی شکوف، هتل چند تا ستاره داره؟ بابا این از اول بگو هتل چند تا ستاره داره. هتل به نظر من یه 7-8 ستاره داشته باشه. هتل همینجا میمونیم چند اتاق بیاد؟ به به بگه کریه رو شمیدونه کریه رو که میده با خانم، با این کریه اینم جا بوده شما با نشمازه. بابا 1200 کریه تو دارم زنبیل اتون بی موسیقی سفسیون. سلام، شب شما بخیر. آشوق، من یه اتاق بزرگ لوکس میخواستم بقیه خودم و شقی یه دو تا تخت داشته باشه، یه تخت بزرگ بقیه من، یه تخت کوچک بقیه شقی. معذرت میخوام خانم، هتل ما از پذیرش حیوانات معذوره. معذوره یعنی چی؟ یعنی که ما نمیتونیم از مهمون شما متاسفانه پذیرایی کنیم. اون مهمون شقیه و خیلی خسته است و ما اتاق میخوام خلاصی به ما اتاق بدید. عرض کردم که ورود حیوانات به هتل قدغنه، یعنی مطلقا ممنوعه. ممنوعه. ممنوعه یعنی چی؟ یعنی اینکه مقررات. مقررات یعنی چی؟ ببخشید خانم، اصلا تمام اتاقای هتل ما پرن، لطفا برید هتل های دیگه. شگماش 1200 ما چی میشه؟ بشه موسیو شفق باشی، ما با بیقیم یه هتل دیگه، اینجا اتاق نیست، چمدونم بیا. باشه میبرم تو یه هتل دیگه، ولی کریتون سرراست میشه 2200 تومن. باشه بیا بفرمه مشمازدین هم یه هتل دیگه.
اینجا چند تا ستاره داره؟ یه 4-5 ستاره داره. پس چقدر من ستاره هاشو نمیبینم؟ خوب؟ ای بابا، بابا هوا ابریه، ستاره هم توی ابرا گم و گور شدن دیگه. اوه سوپر. بیا شقی، بیا 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 شقی. میخوندم لالا کنی بخوندم این چمدونتون کریادن هم میشه زرده دو جا چمدونم بیا اخ بگی کجا داری بیدی بابا جنو من حکی باره میشه اینو چیز حالا از کجا معلوم که طرف راست بگه؟ یعنی تو میگی دروغ میگه؟ والا بعیدم نیست. آخه اطلاعاتش همش درسته، با اون تلگراف هم جور در میاد. خاله جون شما چقدر ساده ای؟ اینکه کاری نداره که. یارو یه تلگراف میزنه شما رو به شک میندازه، بعد یه تلفن میزنه میگه من علی نقی خانم، بعدم یه مش دروغ فراهم میکنه از شما اخاذی میکنه. نه فکر نمیکنم. تایی دلم میگه یه چیزایی هست. نیکبخت میخواسته بدونی که من خبر داشته باشم یه چیزی رو به نام من کنه، یا اینکه وصیت کنه یک سوم اموالش بشه مال من. به همین دلیل توی شمال یه وکیل گرفت و کارا رو سپرده دستش. این علی نقی خانم خود اون وکیل است. که حالا که فهمیده نیکبخت مرده، موقعیت مناسب دیده با میخواد شما رو تیغ بزنه. آفرین. به هر حال خاله جون اگه من جای شما بودم تا وقتی اون وصیت‌نامه به دستم نمیرسید با ژینوس کنار میومدم. آره ولی دیگه غیر قابل تحمل شده بود، هم خودش همون میمونه انترش. آره والا اگه دو روز دیگه خواهر اینجا مونده بودا من یکی مرده بودم. والا جون از قدیم الایام گفتن که چراغ از مهر تاریکی نگه دار. آه همایون، حالا اون اکبیری چراغه؟ بابا اگه چراغ پروژکتور نباشه پیسوز که از بد بد. اون که گذاشته رفته دیگه حرفشو نزن، بذار این قهوه با خیال راحت از گلمون بره پایین. برو قهوه رو بیار. بودو بودو. حالا گارسون همایون در خدمت شماست. میخوام به نیت ژینوس خانوم یک قهوه فرانسه بقاتون بریزم تا خواب از سقتون بپره. ای آدم خوشم نخوشقی بچه میگیرم ازش شکایت میکنم. این رفتنش با اصلا وحی بانم درست نیست. مشمول به تفسیر من چه؟ چرا سر من داد میکشی؟ خب بگه منو ببن یه هتل خوب، یه هتل خوب که رفتنش با حیواناش جانتی باشی. جانتی دیگه چی چیه؟ یه مهمانو یه قشقه بیام. عجب گرفتار شدیم. حالا از کجا ما یه دونه هتل مهربون گیر بیاریم آخه؟ کارم هم شده یا این هتل چرا شطور نداره؟ چرا شطور نداره؟ چرا بفرمی مادمازل، اینم یه هتل 20 ستاره فرد علا کرایه مو رد کن که میخوام برم. منم با تو میام. بله با من کجا؟ هتل دیگه، ما نشقه اینجا دوست نداریم، خیلی کوچیکه. کوچیک و بزرگ همینه که هست، یعنی بودی که واردی. کرایه بنده میشه 5,000 تومن، بده که میخوام برم زود کپل لالا هم بذارم بابا جون من. کپل لالا چیه؟ بابا کپل لالا یعنی اینکه میخوام برم خبر مرگم تو خونم کپل مرگم رو بذارم. بابا 3 ساعته دارم توی این شهر میگردم دیگه خسته شدم آخه. شما خیلی بی‌ادب هستی موشی شوفو. من دیگه حاضر نیستم تو ماشین شما بشینم. خب الهی شکرت، کرایه منو بده میخوام برم بابا. الان بدم. اینم کرایه‌ت. این چیه بابا؟ پولت دیگه، بقیه‌ش هم مال خودت. زود چمدان منو بیا پایین، میخوام برم. بابا روتو برم. من میگم که کرایه‌ت میشه 5,000 تومن، تو 2 تومنی 2-3 تومنی خارجی به من میدی؟ اینا همش فقان که من فرنگ برنگ سرم نمیشه. 5 تا اسکناس پرچ سبز که صدای خروس نشنفته باشه، پشتش هم تا نداشته باشه، والله چمدون ممدون خبری نیستا. پرچ سبز چیه؟ 1,000 یعنی پول ایرونی بابا جون من. من اصلا پول ایرونی ندارم، یعنی هیچ وقت پول ایرونی ندارم. لعنت خدا بر دل سیاه شیطون. زود باش چمدونای منو بده میخوام بگم. نمیدم ماد بازر، تا بول ندی چمدون خبری نیست. نمیدی؟ پس منو ببر استاسی
اسپسیال پلیس. چی پلیس؟ میخوام ازش شکایت بکنم. چی؟ از من شکایت کنی؟ آخه خواهر من، نوکرتم، کوچیکتم، عزیز من، من از کجا بفهم این یک قرون، 2000، 5000، 10 تومن ازش در میاد که نمیاد. من فقط همین پولو دارم، هیچی دیگه ندارم. پس چطوری میخوای بری هتل؟ با کدوم پول؟ اونش دیگه با خودم مربوطه. آخه خواهر من دلم به حال تو میسوزه، خدای نکرده کارت به گرفتاری میافته والا. من وکیل دارم، یه عالمه پول دارم، فردام خبرش میکنم. ده جون من، آبجی من نوکر دفعه ترید از اول نگفتی. خب میریم در خونهش کارش حل میکنه دیگه. من فکر میکردم شما اغزه داری یه دونه اتاق بقی من بگیری. نه خرم شیره، ما بی ارزه مادرزادیم. به من بگونم خونه وکیلت کجاست. الان اینم آدرس وکیلم. به بابا دمش گرم. همه رو برق میگیره، ما رو چراغ نفتی. بفرما پلاک شالا درسته؟ خود خودشه. مثل که ول معطلی. آقای سکندری. چی آقای اسکندری؟ خیلی خب بابا، سکندری و اسکندری و سنگگی مهم اینه که خودش باشه. راه بزن آقای سمسمی. آقای سمسمی با بیا دم در بینیم. کیه چیه؟ شما آقای سمسمی هستی؟ شما؟ منده؟ منده راننده هم. شما مگه وکیل این مادمازل نیستیم؟ بفرمی کجا؟ ماشیق شانسم من شاهین شاهین باشقی و زد کمک. ای داده بیده بابا، از زابونه این به تن شما میشالا گرده. شاهین باد شقی و زد. قر نزن خانم، قر نزن. حوصله اگه بخوای قر بزنی همینجا ولت میکنم شب تو کوچه بخوابی. بیا ببینم. ای بابا خانم، این که اوزا رو سه میکنه نشون نده بدهش به من. شیقی چیه؟ یعنی شکست زنی. آقا سلام، دست شما درد نگیره. این زحمت اینجا چه تاقه نداره. اینجا من خودم میرم شکست زنی. ای آقا جان، این فعلا مال دو شبش باشه خدمت شما. بفرست شما درده سر 126. ای به این دست نزن، یا نوکره می شکستنی عزیز من. به این دست نزن شقی چیه ماشمازل؟ این شکستنیه. بفرمی بلا شنگه هست خواهد. لازم دارم. پشت سبز دیگه چیه؟ پشت سبز پول ایرونی. من اصلا پول ایرونی ندارم. تازه شدی عین من خانم. موسیو فرسن، من پول خودم رو میخوام. کدوم پول خانم جو؟ کدوم پول؟ نکنه شما خیال کردید خانموتون کلید خزانه بانک مرکزی رو گذاشته برای شما؟ خودشون
مال من میشه. من خونه ولازمین. خب دیگه بده پول دیگه. جنوز خانم چند بار باید بگم مالکیت شما هنوز مسجل نشده. مسجل؟ از نظر قانونی باید 10-15 روز دیگه هم صبر کنید. خب من نمیتونم صبر کنم، پول لازم دارم. ماسیو سانسون یه دقیقه بالا یه دقیقه پایین کش بوده بره. عجب حکایتی ها. بسیار خوب خانم بفرمایید. هر چه دارم بدم دست شما. بفرمایید. این چهار پشت رو نگه دارید. شما خواهش رو کیاسی؟ مادمازل اینم کلید اتاقتون بفرمایید. شقی چی شد؟ شقی چی شکستنی؟ گذاشتمش روی در خیالتون راحت باشه. ماسیو شما بخ شما خیلی مهربون هستید. خیلی خوبی. پنج تا پشت رو بدید. نه هفتاه مادمازل. هفتاه بشه سی تام بیز خوش. بده به موسیو شو فقط تا خدا انشالله مادمازلی در شما کم نگرد. من اینجا پول ندارم که خانوم، باید بریم خوده به شما بدم. شما هم برید بگیرید بخوابید، ما هم بریم کفه مرگمونه بذاریم. خدا حافظ. آقا من اون وقت موسیو سانسان موسیو شو فوق الو بفرمایید. سلام علیکم. صبح شما بخیر. صبح تو هم بخیر مشقور بود. مشقور بود. جینوس خانم بیدارن یا خوابن؟ جینوس خانم؟ ای داد بیداد. جینوس خانم که دیگه اینجا نیستن. دیشب با خانم حرفشون شد، تشریف بردن. تشریف بردن؟ کجا؟ چه عرض کنم والا، به ما که نگفتن. اما گمونم رفتن هتل. خیلی ممنون مشغول بود. خداحافظ. موفقم موفقم موفقم. چه؟ پاشو دیگه چرا بقید میخوابی؟ تعطیلات هم نمیذاره بخوابی؟ پاشو دیگه تعطیلات تموم شد. چرا تموم شد؟ جینوس از خونه شهیر رفته. رفته؟ آره دیشب با هم دعواشون شده، جینوس هم گذاشته رفته. کجا رفته؟ چه میدونم مشغول بود، میگفت رفته هتل. خب کدوم هتل آخه؟ نمیدونم کدوم هتل رفته. پاشو حاضر شو باید بریم پیداش کنی. پاشو دیگه. الو خانم نیکبخت، خودتون هستی؟ نه لیلی خانم. بله. لطفا یه دقیقه گوشی. بله. فکراتونو کردیم؟ تقریبا. یعنی چی تقریبا؟ من باید بدونم شما چی دارین. من که گفتم اسناد ساختمون ها و املاکی که به نام شما شده و اصل وصیت نامه. خب چقدر میخواین؟ باز که رفتیم سر خونه اول شما گفتید فکراتونو کردیم. من گفتم، شما چرا باور کردی؟ خب چقدر؟ فکر کنید مزایده است. 2 میلیون. 2 میلیون؟ چیه؟ کمتونه؟ 10 برابرش کنید. نفت. فکر کردید اینجا سر گردن است؟ هیچ میدونید قیمت خونه ای که توش نشستید چقدره؟ خونه که خونه است. ما توش نشستیم. پول نقدی وجود نداره.
پس اون 40 میلیونی که با جعل امضا از حساب نیکبخت برداشتید چی؟ الو؟ الو؟ چرا قطع کردی؟ ایزاد چی خبر داره؟ بابا جو خب اگه وکیلش از دار و ندارش خبر داره دیگه، میگم گوشی بده من. گوشی رو بدم به تو که چی کار کنی؟ مگه نشدی 20 میلیون پول میخواد؟ مگه 20 میلیون شوخی همایون؟ بابا یه ذره بالا یه ذره پایین جوش میدادم میرفت دیگه. قصه نخور، بازم زنگ میزنم. این دفعه دیگه خودم باش حرف میزنم. تموم شد؟ بفرمایید. بله. حسب الامر سرکار رفتم سر خیابون، هر کی رد شد بهش تعارف کردم، یکی برداشت فاتحه هم خوند، ما هم که فاتحهشو خوندیم خورماش حالا میخوریم. بفرمایید. دستت درد نکنه. چای درست کردی؟ سنبر داره قول میزنه. برو چای دم کن الان میام. خدا بیامرز طلعت خانومو. خدا رحمت کنه امیرعلی خانو، چه پسر نازنینی بود. یادت اون سال میخواستیم بریم مشهد، برف اومده بود، یهو فامیلای طلعت خانم اینا از نیشابور اومدن. آره یادمه، تا سیزده بدرم نرفتن، اینجا موندن. سیزده بدر رو یادته؟ یادمه، امیرعلی برای بهروز تاب بسته بود رو درخت تو. چقدر خوش گذشت، تا هم برای ما کباب کوبیده درست کرده بودی. چی بود، چی شد؟ شب سمور گذشت و لب تنور گذشت. من که هنوز جیگرم برای امیرعلی کبابه. کاشکی نرفته بودیم بچه. کارای آقا رو قبول نداشت، اگه میمون ناچار بود تو روی آقا وایسه. خب جوون بود و آتیشی، اونم تو حال هوای اون روزا. آره یادته اون روزا تو هم سر سیاست با من دعوا میکردی. من کی سر سیاست با تو دعوا میکردم؟ سیاست که چیزی نی، تو سر همه چی با من بدبخت دعوا میکنی. من دعوا میکنم؟ بله خود جنابالی، چپ میرم راست میام بونه میگی. سلام علیکم نسترن خانم، حال شما؟ عید شما مبارک. عید شما مبارک. خب حال گل پامچالت چطوره؟ خوبه. خب الحمدلله. چه عجب از این ورا، این چی رسته نسترن خانم؟ اینو میشه برای من سبز کنید که سبز دراره، بعدش به این چیزایی که تو سفره حفظی میذارن. آره چرا نمیشه، ولی نستر خانم سال تحویل شده دیگه، الان دیر شده که. اما عید که تموم نشده. بله راست میگین، عید که تموم نشده، تازه ولی سبز سبز کردن هیچ وقت دیر نیست. نه باشه نستر خانم، شما برو خونتون. خب. دو ساعت دیگه بیا، من رو درست کردم بهت میدم. باشه خدافظ. خدافظ. به گل پامچل سلام منم برسون. دنبال چی میگردی آبا جون؟ تخم شاهی آبا جون. ترتیزک؟ میخوای کوزه سبز کنی؟ بله آبا جون. حالا که دیره خیلی. نه برای نسترن خانم دختر همسایه میخوام سبز. مبارکه، اصلا هم دیر نیست. مبارکت باشه آبا جون، نسترن خانم انقدر. خیلی خوب، دست درد نکنه، زنده باش. Thank you.
آقا جون سرنامه آقا جون اینجام نبود؟ نه خیر اینجام نیست خب کجا بریم علی خانم؟ هتل گل یخ هتل گل یخ؟ نه بابا فکر نمی کنم اونجا رفته باشه از کجا میدونی؟ شاید رفته باشه نه خیر اینطور که پیش میره تا شب تو خیابونا باید بچرخ به همین زودی خسته شدی؟ آخه جان من این شهر پر از هتل و مسافرخونه است نمیشه به این راحتی پیداش کرد ما داریم دنبال سوزن تو انبار کاه میگه سوزنم تو انبار کاه پیدا میشه به شرطی که دنبالش بگردی میگم ملی یه زنگ بزن از شهین بپرس من؟ من زنگ بزنم به شهین؟ آره خب عقلت کم شده؟ خب صدا تو عوض کن تغییر بده نشناسه آقای داریوش خان مفخمو کلت رو به کار بنداز کسی که با دعوا از توی خونه میاد بیرون بعدش زنگ نمیزنه بگه من تو فلان هتلم چه عقلی دارم من چی شد؟ صبر کن بهت میگم ملیز چرا باعث؟ سمسا اون حتما میدونه بعید نیست میگم خوب شد گفتی کلت رو به کار بندازم الو آقای سمسام و آقای مهندس اوغل داریوش خان آقا سلام علیکم صد سال به این سالا نه جانم نفرین نکن ما آفتاب لبه بومی بذار شر رو بکن اختیار دارین قربان انشالله سایتون صد سال دیگه بالا سر ما باشه ما حالا با شما کار داریم شما لطف داری جناب سمسام قرض از مزاحمت هم تبریک سال نو بود همین که ما با خبر شدیم جینوس خانم از منزل مرحوم نیکبخت تشریف بردن میخواستی ببینیم شما بله یادداشت بفرمایید بله قربان بفرمایید یادداشت میکنم بله خیابان درست آقا خیلی ممنون قربون شما برم خدا نگهدار ملی بزن بری نه این خوب نیست یکی دیگه بده این خوبه نه این پاگون داره خوب نی این یکی رو ببین اینم اینم که یخش رفته خب بابا از روز اول عید تو رو با همین سر وضع دیدنت خانم خوب نیست داریم میریم عید دیدنی آدم باید لباس تمیز تنش باشه بوی خوش بده لباس کنه شکوم نداره خب الان این پیرن چه عیبی داره که پوشیدی هم تمیزه هم قشنگه خب اگه عیبی نداره که همینه میپوشه چی شده؟ اصل کاری چی شد؟ سلنامه؟ ها؟ اینجاست آقا جون پیش منه بفرمی خب پیش خودت باشه آقا جون من نمیام چرا دردت بجونم؟ کار دارم آقا جون کار دارم خوب نیست آقا جون از اول عیدم یه سلام علیک درست حسابی باهاشون نکردی من اصلا از اینا خوشم نمیاد آقا جون زور که نیستش نمیشونم از اون خود جون. خب مادر جون زمین خودته زمین من زمینیه که من بابتش عرق ریخته باشم عرقاش من 20 سال ریختم آقا جون تو سرما گرما سر زمین لخت و ساختمون نیمه کاره تو اتاقای بیدر و پیکر و زیر چادر این زمین حق ما آقا از حقوقم کم میذاش میگفت میخوام پسندازت باشه مشغول بفرم اینم پسنداز ما
نون اینا اصلا خوردن نداره آقا جون. اصلا هم درست نیست که شما سر سفره اینا بشین. سر سفره اینا یعنی چی؟ ما کار میکنیم، حق زحممونو میگیریم، نون خودمونو میخوریم. مادر جون قصه نخور، ایشالله بذار زمینمونو بگیریم، میریم سر زمین خودمون زندگی میریم، اصلا اونجا کار میکنیم. بله. ایشالله تو هم زم میگیری، بچه دار میشی، یه دختر یه پسر، بعدش موبایل میخری، پاترول میخری، ویلا میخری. خوبه تو هم مشغول بود. هی سر به سر من میذاری. خانم همین لباس خوبه، کتم کو؟ فور روی میکردیم، بیا برو بیرون. نگاه کن اینجا ها رو چی کار کرد. یمانو بیرون همه جا رو به گن کشیدی. چه حیوان نازیه ماشالله. آن حیوان شقیه. بیا شقی جو بیا. یا عزیزم آجیل نخوردی؟ اون فقط بادوم هندی دوست داده. اوه یادم باشه حتما براش بادوم هندی بخورم. مرسی خانم ملک، شقی خیلی خوشحال من اینجا هستیم پیش شما. شقی جون لطف داره. شقی خیلی بد بود، شقی زد، شقی خیلی ناراحت شد. اون افریته آدم ها از دستش به عذابن جینوس جون، چه برسه به این زبون بس. اگه یه روز دیگه اونجا مونده بودیم حتما شقی کشته بود. اصلا از روز اول اشتباه کردی رفتی تو اون خونه، باید میومدی پیش ما. من نگفتم، اون منو بود گفت خونه خودته. آره جون خودش، همش نقشه بود. شهین با اون خواهرزاده کلاهبردارش تو رو کشیدن تو اون خونه که سرتو کلاه بذارن. کلاه؟ بله کلاه. اون جادوگر میخواد خونه تو مفت از جنگ در بیاره. کدوم جادوگر؟ شهین دیگه. آه شهین جادوگره؟ من که میگم هست. هیچکی به اندازه من شهین رو نمیشناسه. 10 سال جاری من بود، زن برادر مفخم. مفخم رو که میشناسی، موم ساده سربرا، برادرشم عین خودش بلکه 10 درجه هم بالاتر. این افریته بیچارش کرد. ما دیدیم پسره داره از دست میره، اینقدر تو گوشش خوندیم 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 تا طلاقش داد. هنوز 6 ماه نگذشته بود که نیکبخت بیچاره رو به دامن. به خود آقای مفخم؟ نه شهین، با اینکه نیکبخ شریک مفخم بود میدونست شهین چه بلایی به سر برادر مفخم آورده، باز چشماشو بست. سر یه سال نشده فهمیدیم سدانگ خونه رو به اسمش کرده. آه نه، پس اموجون سدانگ خونه رو به نام برادر مفخم کردی؟ برادر مفخم نه، شهین. پس شهین سدون یه خونه رو به نام برادر مفخم کرده. نه عزیز من، آقای نیکبخت عموی تو سدون یه خونه شو کرد به اسم شهین. او برادر من، نه برادر مفخم، عموی من به نام شهین سدون یا نه شهین سدون به نام برادر مفخم. به نظر من که چیز خورش کرد. تو هم شانس آوردی از اون خونه اومدی بیرون، اگر نه تو هم چیز خورت میکرد بقیه خونه رو مفت از چنگ در میآورد. اوه من که اصلا نفهمیدم تو چی گفتی مالی جون. اگه میشه یه باقی دیگه تکرار کن اما یه بشتر باشی. خب میگفتی؟ ببین جینوس جون، به نظر من شهین جادوگره. خدا رحمت کنه آقا، همیشه دلش میخواست آقای مهندس یه سرسامونی بگیره. خب به سلامتی، پس میخواین برای مهندس بهروزخان آستین بالا بزنید؟ بله؟ آستین اونجوری نه آقا همایون. آستینه دیگه سرور خانم، اینجوری اونجوری نداره که. پس بفرمین اومدین بنده رو خواستگاری کنی برای آقای مهندس. خب اگه اینجوریه که اجازه بدید من این چایی رو ببرم خدمتشون، ببرم خدمت شادومات. بفرمایید.
وای چی داماد بد اخلاق و بیچ بری. چی کرد داشتیم شوخی میکردیم؟ آقای مهندس اهل شوخی نیست آقا همایون. آدم که نمیتونه تو زندگانی اینقدر جدی باشه که آدمی که نمیخنده یهو دیدی دق کرد و مرد. دور از جون. خیلی خوب همایون جان. بذار ببینیم مشقربان و سرور خانم برای چی اومدن اینجا جلسه گرفتن. بذار حرفش رو بزن. هزار تا کار دارن تو خونه. بابا ما که حرفی نداریم. بفرم. تو هم بشین سرور. اونا رو هم جمع کن. راجب ژینوس که نمیخواین صحبت کنیم. نه خانوم. ما دوست نداریم به کاری که به ما مربوط نیست دخالت کنیم. پس حتما کار دیگه ای داریم. بله خانوم. راجع به یه موضوع مهمی اومدیم با تون صحبت کنیم. راستش خانم جسارته. اگه خاطرتون باشه مرحوم آقا از زمانی که آقای مهندس دانشکده کشاورزی قبول شدن یه سلنامه نوشتن و یه تیکه از زمینای شمال رو دادن آقای مهندس. تو که میدونی مشغول بود. من یه سال و نیم بیشتر نیست که اومدم توی این خونه. از این موضوع هم خبر ندارم. چی میدونم 3-4 سالی پیش چی گذشته توی این خونه؟ چرا خانم؟ سر عید قربون پارسال وقتی آقا گوسفند قربونی کردن تو حیات پشتی داشتین دل جگرش کباب میکردیم همون موقع به شما گفتن. بهروز تازه از سربازی اومده بود مرخصی. داشت تو باربکو جگرا رو باد میزد. بود یا نبود مشتی؟ بله. آقا همونجا به شما گفتن ایشالله سالی دیگه همین موقع سر زمین آقای مهندس گوسفند قربونی میکنی. من نمیدونم دیشب چی خوردم اون وقت تو از دل جگر عید قربون پارسال حرف میزنی. چرا خانم؟ شما همون موقع گفتین کدوم زمین؟ آقا فرمودن 3 هکتار از زمینای لنگرود سر باغ چایی. وقتی خانم میگن یادم نمیاد دروغ که نمیگن که مش قربون یادشون نمیاد دیگه. حالا یه وقت از کاغذ چیزی نوشته ای هست خانم یه حرفی. خدا پدرتو بیامرزه همایون خان. سلنامه هست به خط خود آقا. ملاحظه بفرمایید خط خود آقا مهر و امضاشون هم زیرشه. ببینید پولش هم پیش پیش حقوقم کم گذاشتن. شوخیت گرفته دیگه نه؟ چطور؟ بابا کاغذ زرچوبه اتری رو جای سلنامه داری به ما قالب میکنی؟ این حرفا چه فرمایش میکنی همایون خان؟ قالب چیه؟ بابا دست خوش. بفرمایید ملاحظه کنید. این که چیزیش خونده نمیشه مشغور بود. چطور خونده نمیشه خانم جون؟ خط به اون درشتی؟ من که چیزی نمیبینم. شمسی جون تو یه نگاه بکن این چیزی میبینی؟ من که عینک ندارم خواهر. اگه عینکم داشتم چیزی نمیدیدم. سرور خانم میخواست جای محفوظی باشه گذاشته بود تو قوطی زرچوبه. مشغول اون آبروریزیه بابا به کسی نشونش نده. بیا آقا همایون این سلنامه دو نسخه است. یه نسخه‌ش هم پیش آقای سمسامه یا تو کاغذای آقا؟ کاغذای آقا و سرداش همه پیش منه. یه همچی سلنامه تو کاغذا نیست. خانم جون به این قبله حاجات آقا خودش این سلنامه رو نوشته. ما که دعوا نداریم مشغول بود. وارث اصلی ژینوس خانمه. این کاغذی که نباید نشونه من بدی. باید بدی ژینوس خانم. اونم که گندم خورده از بهش رفت بیرون. منظور چیه سرور؟ یعنی خواهرم ژینوس رو... منظوری نداشتم خانم جون. میگم که یعنی ژینوس خانومم رفته و دستمون از دامنش کوتاه شد. البته حرف اول و آخر رو خاله جون فرمودن. بنده نه سر پیازم نه تای پیاز. ولی میخوام خدمت شما عرض بکنم که اون چیزی که من دست شما میبینم به درد هیچ محکمه‌ای نمیخوره. خیالتون راحت کنم مشغولم. الکی الکی. پس با اجازهتون ما دیگه مرخص میشیم. بریم سرور خانم. کجا مشغولمون؟ بابا تازه داشیم اختلاط میکردیم که. خیلی ممنون. مثل اینکه حق با آقای مهندس بود که از همون اول مزاحم اوقات شریف شما نشد. بریم خانم.